یاد خالق هستی، دوستان عزیز و هموطنان ارجمند که در هر گوشه و کنار ایگیتی زندگی میکنند را سلام و درود عرض میکنم و امیدوار هستم هر جا که هستین خوب و خرسند باشین. باز هم خوش آمدین برای درمان که من رحیم صالحی در خدمت شما عزیزان هستم و البته قابل یادآوری است که برنامه به شکل زنده است و موضوعی که امروز روش بحث میکنیم نرمی استخوان است. میبینیم نرمی استخوان چی هست، بیشتر پیش کیها با وجود میه و ای که راه های وقایه از ای چی است، چرا با وجود میاد، چی کنیم که تداوی کنیم و تشخیصش کنیم، آیا ارتباط با کمبود و زیاد شدن کلسیم و ویتامین دی داره یا خیر. و همچنان نکته‌ای که قابل یادآوری است این است که آدرس و تماس جناب دکتر صاحب دوستای عزیزی که خواسته بودند، آدرسشان کوچه مخابرات مجتمع دکتران مهربان واقع در کارت 4 است و تماسشان 0767616130. بر بحث‌های بیشتر و تخصصی خود جناب دکتر صاحب شفیع الله نصرتی متخصص امراض داخلی عمومی و استاد دانشگاه را با خود داریم. جناب استاد خوش آمدیم به برنامه. زنده و سلامت باشین. من هم سلام تقدیم میکنم به تمام هموطنان عزیز ما. انشالله که امروز به خوشی و سرور سپری بکنن و برنامه ما را تا آخر مشاهده بکنن. انشالله سلامت باشین دکتر صاحب. در ابتدا خوب است بفهمیم که نرمی استخوان چی است. بله، ببینین تمام استخوان های بدن ما شما میفهمید که استحکام بدن ما را در حقیقت به وجود آورد. همین که ما یک شکل یک فرم مشخص داریم، یک اسکلت بندی داریم، یک استناد داریم، این توسط استخوان های بدن ما به وجود آمد و بدون شک استخوان های بدن باید سخت باشند که استناد به وجود بیارند. اینال هر استخوان بدن یا استخوان های بدن یک سختی نرمالشان دارند که به اندازه باید اینا سخت باشند. هر وقتی که مقدار سختی استخوان ها کم میشه یا هم استخوان ها به طرف نرم شدن میرن، این به نام نرمی استخوان یا آستیومالاسیا یاد میکنن. نرمی استخوان به معنی نیست که استخوان فکر کنین بیخی مثل پنیر و ریشه و که اگر بیخی دستان فشار بدین کاملا دستان فرو بره، این رقم نیست. هدف از نرمی استخوان یا آستیومالاسیا اونمو حالت است که مقدار منرال هایی که در یک استخوان است، اونمو کلسیم فسفرس است، این منرال هایی که در استخوان که وجود داره و بایزی میشه که استخوان ها استحکام پیدا بکنن، سخت باشن، محکم باشن. اگر مقدار از این مواد در استخوان ها کم شه و استخوان ها نمو سختی نرمالشان از دست میدن که ایالت ما به نام نرمی استخوان یا آستیومالاسیا یاد میکنیم. دو گپی که بسیار زیاد مهم بسی است که نرمی استخوان اگر در نزد اطفال به وجود بیه میتونه باعث کجی استخوان هم شوه که ما به نام ریکتس یاد میکنیم. فکر میکنم حسکر احمدتانان عزیز ما شاید با نام ریکتس آشنا باشند، اکثر کتاب های مکتب خواندن که ریکتس یا کجی استخوان. اگر نزد اطفال به میان بیایم، چون استخوانشان از جای هم نازکتر می باشه، ضعیف می باشه، باعث ازی میشه که استخوانشان کج شوه، بخصوص قسمت پایشان اما یک انحنا پیدا میکنه کجی، کلی به نام ریکتس یاد میکنه. و اگر این کمبود منرالیزیشن در استخوانها بعد از سنین جوانی به وجود بیایه و مخصوص بعد از سن 40 سال به میان بیه، باعث نرمی استخوان و آستیومالاسیا میشه. بله درست. بیشتر پیش کیها با وجود میای نرمی استخوان؟ بله، نرمی استخوان ها میتونه که در هر سن و سال به میان بیاید، اما بیشتر بعد از سن 40 سال به میان بیاید و هم میتونه در نزد اطفال به میان بیاید. اگر در نزد اطفال نرمی استخوان به میان بیاید، باعث از این میشه که استخوان هایشان کج شود، انحنا پیدا کنه که ما به نام مرض ریکتس یاد میکنیم. و همچنان میتونه که نزد کسایی که کاهل ها هستن، بزرگسالا، همچنان به میان بیاید. اگر نزد بزرگسالا به میان بیاید، بیشتر بعد از سن 40 سال به میان بیاید. بله، بیشتر نزد خانم ها. بله، تماس بگیریم. خوب است. بله، سلام علیکم. سلام به شما خواهر محترم، سلام به دکتر صاحب. ماشین هستم از کابل به تماس گرفتم. بله بفرمایید سوالتون. سوال ما از دکتر صاحب این بود که ما تیفلک داشتیم، من 8 ساله اینم. برادر عزیز آوازتون درست نمیایه، میشه که تلفن نزدیک بگیرین و یا هم موقعیتون کمی تغییر بدین؟ بله بله. اینال درست شد. چی گفتین؟ یک طفله که 8 ساله داره مینمی هم دی کمرش نالش میکنه، میگه درد میکنه. خب زیاد وقت هم میشه، شاید یک دو سال میشه دیگه. بله. تو فرصت هم پیش نامده به دکتر مراجعه میکردیم که چی میگفت. من گفتم یک معلومات بدین دیگه، مادر من سکتی مغزی کرده. بله. جگر گوسفند گفتن یا مثلا جگر گاو یا مال ضرر داره نداره برش. بله. شارخونی بالا داشته، سکتی مغزی کرده یک طرف فلج است.
امیر اگر معلومات بسید برای ما تشکر. حتما. بله درست. از طریق تلویزیون ببینین و جوابتان رو بگیرین برادر عزیز. خدا نگهدار. بله من ابتدا می حرف خود تکمیل بسازم بعدا جواب زین رو خواهد دادیم. خب گفته میتونه در طفولیت هم به میان بیاد بزرگ سال هم به میان بیاد. اگر در زمان طفولیت به میان آمد بزی میشه استخوان ها بر علاوه که نرم هستن چون فشار که می قاط میشن کج میشن یا اگر هنا پیدا میکنه که ریکتس میگن و بعد از سن 40 سالگی زیادتر نزد خانم ها و بزرگ سال ها میتونه که به وجود بیاید. اما نسبت به مرد ها پیش خانم ها زیادتر به وجود میه بعد از سن 40 سال زیادتر به وجود میه. اگر در اطفال به وجود به بر علاوه ازی که باز استخوانایشان نرم میشه انحنا پیدا میکنه کج میشه باعث ازی میشه که در رشدشان هم مشکل ایجاد شه. اینا درست رشد نکنند. کلسیم ویتامین دی فسفر در رشد استخوان رول داره. بله اینا اگر سوی کلسیم فسفرشان کم باشه استخوانایشان درست رشد نمیکنه از نظر ساختاری و اسکلت درست اینا رشد نمیکنن قد درست نمیکشن و همچنان از درد استخوان ها درد اعضا میتونه که ی اطفال باز شاکی باشه بر علاوه ازی کجی استخوان ها وجود داره. بله تماس امروز هست. بله بله سلام علیکم. سلام علیکم خوب هستین ساعت من؟ تشکر سلامت باشین شما خوب هستین؟ زنده باشین بفرمایین سوال تانم و نامتانم. زنده باشین مادر عزیز. مزد میخواییم مادرم همیشه جانش داغ میه یعنی تمام بدنش به یک شکل داغ میه که اصلا نمیتونه تحمل کنه. خب پیش دکتر زیر مراجعه کرده ولی نتیجه نگرفته. چند سال هستم؟ قبل از این سنشان 50 شاید باشه. مرض شکر دارن؟ نه خیلی نه خونشان ها چکرن شکر هم ندارن چربی خون هم ندارن. فقط پیش جگرشان چربی داشت و بعدا آل رحمشان ها کشیدن یعنی ده. جاغور دارن؟ نه خیلی. معاینه کردین به خاطر جاغور؟ نه خیلی تو آنه معاینه نکردین. درست است. من حتما معلومات میدم. درست است. خدا نگهدار خواهر عزیز. ابتدا به جواب سوال برادر عزیز ما هاشمی صاحب که گفتن که یکی خو یک تفلکشون که 9 ساله است از قسمت کمر خود گفتن شکایت میکنه مدت 2 سال میشه و نزد دکترم گفتن که مراجعه نکردن. اما اول خب برادر عزیز مدت 2 سال که یک طفل از یک مشکل رنج ببره به نظرم کار اشتباه است که از پیش دکتر نبرد. اول خب یک اشتباه صورت گرفته که پیش دکتر نبردین. اول باید هر چیزو تری باید پیش دکتر برده شوه از نزدیک دیده شوه یک اکسری از کمرش گرفته شه که مشکل بالاخره چی است. آیا کمرش ضربه دیده یا ندیده که دقیق یک اکسری از کمرش گرفته شوه سوی کلسیم ویتامین دی در خونش دیده شوه بعد از او باز تشخیص میشه. همچنان گفتن که مادرجانشان سکته مغزی کردن با امید از اینکه شفایاب شون و بخیر خوب شون همه برشان دعا میکنیم. علت سکته مغزیشان گفتن فشار بلند بوده. بدون شک کسایی که فشار بلند خون دارن درست تداوی نمیکنن غفلت میکنن و پرهیز غذایی خود رعایت نمیکنن دوای خود منظم نمیخورن باعث از این میشه فشارشان بیش از حد بلند بره و یک از مشکلات را پیدا میکنه اونمو سکته های مغزی است که پیشنهاد سکته مغزی به وجود آمده. آل اینا میگن که مادرشان از جگر حیوانات استفاده کنه یا نکنه. بله از جگر استفاده کنه کدام مشکلی نیست اما خوب است که همراهش اگر ترکاری با مایات زیادتر بگیره به خاطر اینکه قبض نشن چون سکته مغزی هم کردن درشان مشکل میشه باز و از مایات زیاد استفاده کنن اما چون شور بلند دارن اگر فکر کنین که روغن کم پرتادش بهتر است دیگه مشکل نداره. دیگه تماس بگیریم. بله سلام علیکم خوب هستین؟ خوب هستی سلامت هستی؟ سلامت باشین. بچه ما تقریبا اگر 8 ساله هست. بله بزنی اول زبانش گیر نمیکرد فعلا زبانش گیر میکنه. بله کدام چیز بند میشه زبانش؟ بندش در اول نمیشد؟ نه نمیشد یک 2 سال شده زبانش بند میشه. بله پیش دکتر بردینش؟ پیش دکتر زیاد نبودیم یک دفعه بودیم میگه که شاید کلسیم شی کم باشه بازی که چی رقم است. من جواب میدم برادر عزیز. خدا نگهدارتون برادر عزیز. موضوع لکنت زبان مربوط دکتر صاحبه عقلی عصبی میشه. برادر عزیزم طفلکتان که 2 ساله است گفتین 2 سال میشه که مشکل برش پیدا شده و ایره حتما پیش یکی از دکتر صاحبه عقلی عصبی ببرین. انشالله برشان دوا میته و خوب میشن. یک مرض قابل تداوی است به خاطر که اول نبوده. ببینین 9 ساله شده ایده سن 7 سالگی فکر کنین پیدا کرده اول نبوده 2 سال میشه گفتین پیدا شده پس یک علت زمینه ای داره تداوی میشه. من فکر نکنم کم بود کلسیم باعث مشکل شوه اما یک بار باید
پیش دکتر عقلی عصبی مراجعه شود که دیده شک مشکل چی است برادرید. بله درست. بیننده های عزیز قابل یادآوری است که شماره فعال برنامه 020-250-3444 است. اگر شما سوال دارین برنامه به شکل زنده است، میتونین که مستقیما به شماره تماس برنامه به تماس شوین و سوالاتان را مطرح بسازین. به ادامه بحث ما دکتر صاحب، نشانه های نرمی استخوان چی است و چرا ما مصاب نرمی استخوان میشیم؟ ابتدا سوالی است که ما چرا مصاب و نرمی استخوان یا آستیومالاسیا میشیم. ببینین، به خاطر از اینکه استخوانای ما و شما سخت شده، محکم شده، به دو منرال ضرورت است. کی دو منرال؟ یکی کلسیم است، دیگه فسفرس است. کلسیم و فسفرس میرن بالای استخوانا قرار میگیرن. وقتی که بالای استخوانا قرار گرفتن، استخوانا سخت میشن. که اینمی پروسه را به نام منرالایزیشن استخوان یاد میکنن. آله، چیزی که کلسیم و فسفرس را بالای استخوان نصب میکنه، او ویتامین دی است. نظر به هر دلیلی که سبی ویتامین دی کم شود، مثلا کلسیم و فسفرس در استخوان نصب نشود، یا هم کلسیم و فسفرس در وجود کم باشه، باعث از این میشه که پیش شما نرمی استخوان بمیاد. هر عاملی که باعث کمبود کلسیم شد در بدن، هر عاملی که باعث کمبود فسفرس شد در بدن، هر عاملی که باعث کمبود ویتامین دی شد در بدن، باعث از این میشه که منرالایزیشن استخوان خراب شد. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام. چلو خواجان خوبه؟ سلامت باشین. شما خوب هستین؟ زنده باشین. بخیر باش. بفرمایید. ما دکتر صاحب یک سوال داشتیم. در خدمتتون. یعنی خانم ما تقریبا عمرش 54 سال است میشه. تکلیفی شکرم داره. یک اش مال میشه امی زبان در داخل دانش همونطور سر به خود همونطور لول میخوره. گب زدنم صحیح نمیتونه، نیمه گب میزنه. کمی تاثیری چی است؟ امیر پیشی دکتر سیبای عصبی هم تا پیشاور بردیم اینجا یک هفتهش دکتر ایجام پالیدیم، هیچ نتیجه نمیتونه. بله، فشار بلند هم دارن یعنی؟ مشکلی چی است؟ فشارش کدام وقت چک کردین؟ فشار خونه؟ شکرش نرمال است. امی دو سی روز فشار. چک کردیم 85 بود. شکرش نرمال میباشه. فشار خون؟ فشار خونش پایین میایا، بلند نمیشه، هیچ وقت بلند میشه، هر وقت پایین میایا. از این مشکل چقدر وقت شد؟ اینی افما میشه، افما. درست است، من معلومات میدم. شکر، خیر. خدا نگه دارستم برای. خب، پس سوی کلسیم، سوی فسفرس، سوی ویتامین دی. نظر به هر دلیلی که کم شود، یا سوی کلسیم بدن ما کم شود، مثلا ما غذایی بگیریم که در کلسیم وجود نداره، یا هم ما سوی جذب کلسیم داشته باشیم، یا مثلا ما غذایی بگیریم در ترکیب خود ویتامین دی نداره، ببخشید ویتامین دی نداره، یا هم فسفرس نداره، یا هم داشته باشه در وجود ما جذب نشه، یا یک تعداد دواها مثلا آنتی اسید ها مو جذب فسفرس خراب میکنه، با این میشه که منرالایزیشن استخوان با مشکل مواجه شود. پس میتونه که باعث نرمی استخوان شود. هر عاملی که سوی کلسیم در بدن ما کم ساخت، سوی فسفرس در بدن ما کم ساخت، یا هم سوی ویتامین دی کم ساخت، باعث این میشه که ما به نرمی استخوان ها مصاب شویم. بله. و اما نشانه های نرمی استخوان چی؟ بله، نشانه ایش هم میگیم. ببینید، نشانه های نرمی استخوان یا استومالاسیا چی است؟ اگر نزد اطفال بمیان به بدون شک نشانه شون مو ریکتس است، که پایای طفلا دستایشان کج میشه، بیشتر پایگاهشان کج میشه. تماس بگیریم. بله، کم کنید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشین. زنده باشین، سلامت باشین. تشکر. جاوید احمد هستم از شاشهید با تماس شدیم. بفرمایید سوالتون. یک سوال از دکتر صاحب داشتم. سیاسرم کرد تکلیف سردردی داره، میگه دمی سرم فقط یک چیز که هست کرم و را میره، همین دو سه روز گردنشم بسیار زیاد درد میکنه. اینا میره، خواستم از دکتر صاحب نظر شد. فقط جانشم سوزش میکنه. فقط دو سه روز از این گپ میشه؟ بله بله، همین چند، نه تقریبا یک 20 روز است که سردرد و گردن درد و همین بدنشم یک سوزش میگیره. درست است. پیش دکتر نبردیش هنوز؟ بله. گفتم پیش دکتر نبردیش هنوز؟ بردیم. شه این تکلیف میدان داشت تقریبا 5-6 ماه یا یک سال تقریبا دوای میدان خورد. الیابول هم بردیمش، معاینات هم کردیم، دکتر صاحبا گفت چیز گپ نیست، یک در دوای از چی دادش، اعصاب دادش، خلاص. خب باز خوب نشد که از او؟ بله. باز خوب نشد که دوای اعصاب؟ نه هنوزم نم گردنش درد میکنه. درست است، من معلومات. بدنش هم سوزش داره. من معلومات میدم. خدا نگهدار برادر عزیز. تشکر، با امان خدا. خدا. اول میمین نشانه ریکتس خلاص کن.
اگر مزد اطفال بمیان به نشانه شمیست که پایشان کج میشه، انحنا پیدا میکنه، دستاشان کج میشه، انحنا پیدا میکنه. بر علاوه از اون رشد اطفال به تعویق مفته. طفلای است کسایی پیش ما مراجعه میکنن، طفلک خود آورده میگه طفلم 4 سال است، فکر میکنی که 1 سال است، فکر میکنی 2 سال است. یک کسی است طفلش مثلا 12 سال است، وقتی که 5 6 ساله معلوم میشه هیچ اصلا رشد درست نکرده، قد نکشید، اندام نکشید. پس این میتونه نشانه استیومالاسیا باشه. پایکایشان بی کج شده. اطفالی که رشد درست ندارن، پایایشان کج شده، دستایشان کج شده، درد کل بدنش درد میکنه. طفل آورده می کل بدنش درد میکنه. روزا و ماها و سالا تیر شده پیش دکتر رو مراجعه نکرد. پس پیش طفلک ها جان دردی به وجود میه، کمر دردی به وجود میه، دست دردی به وجود میه، پای دردی به وجود میه، پایکایشان کج میشه، رشدشان مشکل داشته می باشه. طفلک ها حافظی خوب داشته نمی باشه. دختر که کلسیمشان بدون شک کم است، فسفرس کم است، وظایف مغزی با کلسیم فسفرس رول دارد، حافظه رول دارد. بله. اگر نزد کاهل ها بمیان به بدون شک باعث همون در می استخوان یا آستیومالاسیا وقتی که به وجود بیه میتونه که بازم درد اعضای بدن به وجود بیه. بیشتر نزد خانم ها پایشان درد میکنه، کمرشان درد میکنه، دستایشان درد میکنه، شانهشان درد میکنه، زود بی حوصله میشن، زود عصبانی میشن، اصلا توانایی وظیفوی نداره. و چیز مشکلی را که نرمی استخوان پیدا میکنه، استخوان ها را بیشتر مساعد به کسر یا شکستگی میسازه. وقتی که استخوان نرم شد، وقتی که استخوان ها سویه کلسیم فسفرشان کم شد، به این معنی که ضعیف شدن دیگه. وقتی که ضعیف شدن بیشتر مساعد به شکستگی و کسر میشه. پس بیشتر خانم ها از کسرهای استخوان رنج میبرن، از درد قسمت کمر، درد قسمت پاها، درد مفاصل رنج میبرن، عضلاتشان شخ میمونه، درد میکنه. اینو تمام نشانه های آستیومالاسیا هست. خانمایی که مشکل دارن دستایشان چنگ میمونه این رقم. اما تنان عزیز ما ببینن دستایشان این رقم قاب میمونه، نشانه کمبود کلسیم است. این معمولا تداوی میشه. بله درست. اول تماس بگیریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ یک سوال داشتم از خاطر ادمی. بفهمون بفهم. من مدت 3 سال میشم فقط همی آب و هوا که تغییر میکنه، همی آره همی قسم پوندگی پیدا میکنه. کدام قسمت پوندگی پیدا میکنه؟ ساقای پای مسته، پشتای دست دسته، بندای دست دسته. خب پوندیدگی پیدا میکنه؟ آه چه قسم مثلا آب و هوا تغییر میکنه؟ زمستان و تابستان یک باره میگی؟ همی هوا که گرم میشه هم تغییر میکنه، هم رقم میشه هوا که سرد میشه. خب در سردی ها می رقم میشید اگر میام دیگه؟ زیادتر در سردی هم رقم میشه. بله پیش دکتر رفتی؟ پیش دکتر چندین نفر رفتیم، چند زیادتر شده کم نیست. بله چند سال هستی؟ 27. چی کار میکنی؟ بودوزی سری هستم. جان؟ بودوزی. درست است، من معلومات میدم. بودوزی من کفاشیم. درست بله. است برادر عزیز، از سرخ تلویزیون ببینین و جوابتان رو بگیرین. خدا نگهد. خدا بست. برادر عزیز ما به تماس شده بودن، گفتن که خانمشان 54 ساله هستن، شکر هم دارن، 7-8 ماه میشه که زبانشان در دهنشان کلوله میشه و گپ زدن هم میتونن. بله. فشار خونشان هم پایین میه. ببینین مریضایی که مرض شکر دارن، مریضایی که فشار بلند خون دارن، مریضایی که چربی خون دارن، بخصوصی مریضا که سنشان هم بلند بره، پیش از اینا چانس سکته های مغزی، بندش رگای مغز یا خونریزی مغزی زیاد میشه. پس خواهر عزیز ما، برادر عزیز ما گفتن خانمشان بدون شک شکر داره، سنشان بلند است. مریضا که شکر دارن معمولا چربی خونم داشته میباشن. این نشانه یک سکته مغزی خفیف نشان میده که اینا سپری کردن، که ما اینو به نام TIA اصلا یاد میکنیم، ترانزینت اسکیمیک اتک یاد میکنه. میره باز واس رندس و اسکیمیس یک چیز یک چیز. اول پیش از اینا مشکل اصلی که وجود داره که زبانشان کلوله میشه، مشکل است که از خاطر شکر در مغزشان به وجود آمده. یک تعداد اول چیزی که میشه، شکرشان باید بسیار خوب کنترل شود، فشارشان باید بسیار خوب کنترل شود، چربی خونشان باید بسیار خوب کنترل شود. همچنان در صورت نیاز یک سیتی اسکن از برین یا مغزشان همچنان گرفته شود. و بعضی دواهای تقویتی است که به اینا داده میشن خوب میشن، اما خوب شدن از اینا وقت میگیره. اکثر کسایی که مثلا فشار بلند داره یک دفعه دندش کج میشه،
فشار بلند داره زبانش کلوله میشه، فشار بلند داره یک دفعه سرش درد میگیره، دلبدی استفراغ پیدا میکنه، فشار بلند داره یک دفعه زبانش کلوله میشه مثل از اینا یا زبانش میپره. اینا کلش نشانه ازی است که در جه فشار بلند به قسمتی از مغز درست خون نرسیده یا هم خونریزی خفیف و میان آمده که قابل تداوی از جور میشه، اما یک مدت وقت به نظر میگیره. با یک تعداد دواهای مشخص است که بزنا توصیه میشه اینا خوب میشن انشاءالله. بله انشاءالله. و یک مادر عزیز دیگه هم زنگ زده بودن به خیلیم گفتن که مادرشان جانشان داغ میامد، تحمل نمیتونه کرده، یعنی گرمی رو تحمل کرده نمیتونه، پیش دکتر هم رفتن نتیجه نداده. مادرشان 50 ساله است، شکر ندارن. بله. چند مدت قبل چربی جگر بله. داشتن، استرکتومی هم شدن. ببینین گپ چیست؟ گپی است که کسایی که جانشان داغ میاد، بعد مجموع دلایل داغ آمدن وجود میگم، کسایی که کف دستشان داغ میه، کف پایشان داغ میه، پایشان بس میشه، پایشان داغ میه، سوزنک میزنه یا هم درد میکنه، این چند مشکل میتونه که موجود باشه پیش از اینا. بله. یکی از مشکلاتی که پیش از این افراد موجود میباشه بدون شک مرض شکر است. کسایی که مرض شکر دارن، کسایی که دیابت دارن، دستا پایشان داغ میه، سوزش میگیره، اما اینا گفتن شکر ندارن. یک مشکل رد شد. چیز دیگه که از مشکلات جاغور، کمکاری و پرکاری خودی تایراید میتونه که باعث داغ آمدن، سوزنک زدن، سوزش و بیسی دستا و پاها شوه. دیگه مشکل. مشکل دیگه ای که اینا چک نکردن، یک باید نظر پرکاری خودی تایراید اینا رو باید ارزیابی بکنیم. یک موضوع. موضوع دیگه ای که وجود داره مشکلات رشته اعصاب محیطی و نیوروپاتی است که میتونه شوه. اما چیز دیگه که باید میشه که ما احساس کنیم که زیر جلد ما زخم از داغ میاد، سوزش میکنه، کمبود ویتامین دی و کلسیم است. پیش از اینا باید سوی ویتامین دی و کلسیم هم چک شما و همچنان از نظر جاغور مورد ارزیابی قرار بگیرن، تشخیص بله. میشه بعد باشون دوا بدیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. خوب هستین صحتمند؟ شکر شما خوب هستید جان. زنده باشید. این مدتی 10 سال است که من خون تر نکردم، خونم گم میشه. چند سال هستی؟ پا و دست هم درد میکنه، سردردی من زیاد است، گم سگال استم. مقصد خون ریزی داخله ای ندارم، خون ریزی سال نمیشم، اگر مریض میشم مریضی موار ما در ما مریض میشم، ایتون مریضی چیز ندارم. مشکل در نمیشه که خونم تیر میکنم، خونم گم میشه، سالیم سرم گنس و سر کمگال و سر ایجا میخیزم، سرم دور میخیره، پا و دستم درد میکنه. خون ریزی داخله ای ندارم، ایج نمیفهم چی مشکل دارم. چند سال هستی؟ 24 25 میایم. پیش دکترها که رفتی چی گفتن که چرا خونت کم میشه؟ پیش دکترها که میروم دکترها میگن که حساب خونت هست. حساب چی است؟ میگن حساب کم خونی، تو سطح خون نداری. خب آدرس هم در کجاست که من پیش شما بیایم؟ حتما به تو معلومات میتونم، حتما معلومات میتونم. خدا نگهدارتان. اول خو خواهر عزیزم آدرس هست کارته 4 کوچه مخابرات مجتمع دکتران مهربان 0767-61-61-30 در خدمتتان. ببینین کسایی که گفتیم جانشان داغ می، بعدن بعد جواب سوال شما میپردازیم خواهر عزیز. کسایی که جلدشان داغ می باید از نظر شکر مورد ارزیابی قرار بگیرن، از نظر کمبود ویتامین B12 یا میکوبالامین مورد ارزیابی قرار بگیرن، از نظر کمبود کلسیم، از نظر کمبود ویتامین دی، از نظر مشکل رشته های عصبی محیطی، از نظر استرس، انزایتی، دپرشن، اینا کلشان میتونه باعث سوزنک زدن یا هم سوزش و داغ آمدن شد. خواهر عزیز ما باید چیزی که میکنن با مادرشان باید تست وظایف غده تایراید یا جاغورشان صورت بگیره که نکردن، سوی کلسیم ویتامین دی شون رو باید چک بکنیم، بازو تشخیص بشه بشن دوام میتیم خوب میشن. خواهر عزیز ما که آلبه تماس شده بودن اینا گفتن که کم خون هستن، 10 سال از خون تیر میکنن، پس خون کم میکنن. ببینین بحث کم خونی یا انیمیا ها خیلی زیاد است. ما 10-15 نوع انیمیا داریم یا کم خونی داریم که هر کدامش امو کلینیک مشخص خود داره، هر کدامش اعراض و علائم نشانه های مشخص خود داره، اسباب گوناگون خود داره و تداوی مشخص خود داره. باید یک تعداد معاینات پیش از اینا اجرا شوه که دیده شوه که کم خونی از اینا از کدام نوع است، چرا خون از اینا کم میشه. تماس داریم؟ بله. خوب است. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین صحتمند؟ سلامت باشین. مشکل داشتم در وقتای تابستان که میشه. بله. امی پایدردی ما مثلا مثل که گرمی میشه پایدردی ما زیاد میشه. در کابل جای گشما کردم خودتان پایین زیاد کفت نکنه، در جای سرما که میره میکفت یک پایش از بین میره. بله. پشت زانو از زانو کمی بالاتر تفصلای این کس کرخت میشه، از تو طرفش کرختی پیدا میکنن. اینمی بیستا بیخی کرخت است، چی که مالش میتونم قط زیاد ندارم، فقط کرخت است. بله. جریان خون کم. بله. چند سال هستی برادر عزیزم؟
40 سال است. بله، شکر تا چک کردی؟ نه شکر چک نکردم. درست. یک سال چک کرده بودم صحیح. بله، من معلومات. خدا نگهدار برادر عزیز. ببینید گفتیم کمخونی انواع مختلف داره. خواهر عزیز ما باید دیده شوند از نزدیک، معاینات مشخص پیشان اجرا شود که کمخونی زیناست چی نبست. اینا میگن خون تیر میکنن و خون پس گم میشه و فکر کنید پس کم میشه. مثل عزیز که یک سطل اگر یک سراخ باشه، یک غار باشه، اگر مثلا از این طرف شما پرتین از اون طرف بری خود تداوی نیست دیگه. باید علت اصلی امو کمخونیشان که چرا اینا خون کم میکنن پیدا شده و بعد از او پیشان تداوی مشخصی که وجود داره صورت بگیره، انشالله که تداوی میشن. اما مهم است که این یک بحث بسیار مغلق و پیچیده هست، باید دیده شد و علتش دریافت شد و بعد از او پس تداوی شد. بله درست. دکتر صاحب، برادر ما جاوید احمد به تماس شده بودن، گفتن که بله جاوید جان گفتن که خانمشان مشکل داره، خانمشان سردرد هستن، فکر میکنه که دسترشان چیزی را میره، گردنشان شخ میمونه و جانشان هم داغ می، قبلا مشکل معده داشتن. اول خب برادر عزیز، تمام از این مشکلات اول مربوط معده نیست، امکان داره بسیار فیصدی کمش مربوط معده باشه، تمام از اینا مربوط معده نیست. چیز دیگه که برادر عزیز، پیش خانم شما باید چک شوه، خانمتان باید از نظر شکر یک بار چک شوه و همچنان فشار خون خانمتان یک بار دیده شوه. یک سرشان درد میکنه، گردنشان شخ میمونه، ولی این چیزی که این فشارش تا بالا نیست، باید فشارشان باید دیده شوه، چک شوه، از نظر شکر مورد ارزیابی قرار بگیرن و بعد از او باز اگر استرس، تشویش، نگرانی داشته باشن، او هم میتونه که هم باعث سردردی شوه، هم باعث داغ آمدن جان شوه، که ما یک چیز به نام تی تی اچ که او هم میتونه که باعث، یعنی یک نوعی از سردردی است، تنشن تایپ هیدک یا تی تی اچ، که به تعقیب استرس های روحی ما مشکلات زندگی میتونه که به وجود بیاید. انشالله کمی مشکلات پیشان ارزیابی شوه، بدن تشخیص میشه و بالاخره تداوی میشه بخیر. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. بفرمایید نامتان و سوالتان رو بگویید. نام من حسین است. سنم 65 سال است. شکر من منم 130 120. جای وقتی یعنی من فشار سر اعصاب زیاد بیاد. و میگی؟ خب. یا جان من درد نمیکنم. یعنی شکر که نرم چک بکنم، یا که نگیره بخو، یا که نگوره بخو. چند سال شد شکر داری پدر؟ چند سال شد شکر داری؟ چند سال شکر داری؟ شکر که یعنی فقط 3 ساله، 3 ساله یا 2.5 سال. خب مشخصا سوالت چیست پدر؟ سوال اصلی من اینه که یعنی در شکر چی بد است، چی بخوری چی نخوری. صحیحست، من معلومات میتونم برات. خدا نگهدار برادر عزیز. خب انشالله که رژیم غذایی مریضای شکره به برادر عزیز ما خواهد گفتیم. بله انشالله. در قدم اول برادر ما که به تماس شده بودن گفتن 3 سال است که با تغییر آب و هوا در قسمت ساق پایشان و همچنان پشت دستشان پوندیدگی ایجاد میشه. گفتن وقتی که هوا گرم شوه یا سرد شوه به وجود میاد و در سردی هوا بیشتر هم میشه. بله. پیش دکتر هم زیاد رفتن، 27 ساله و بود دوزی داره. ما فکر میکنم مربوط به مسلکشان است. کسایی که بود دوز هستن، نشستن، بود میدوزن، تمام فشار سر دستشون میاد. نشستن، فشار سر پایشون میاد. فقط پیام به برادر میست که کوشش بکنه که یک خود هفته او بده. بعض بود دوزا متاسفانه در جایی هستن که در گوشه که سایه بیچاره شیشته و اصلا از آفتاب مثلا مستفید نمیشه. وقتی که از آفتاب مستفید نشن، نور آفتاب نگیرن، باعث از این میشه که بدنشون سه ویتامین دی کم شه، اینا مشکلات درد و شخوی گپا پیدا بکنن. و برادر عزیزم، خودت وقتی که از کارت خلاص میشی، کوشش بکن دست دوباره مساژ بدی و هم بوری در آفتاب و کمی حرکت بکنی. اگه تنها یک موقع چشته باشی، باعث از این میشه که پوندیدگی ایجاد شه. ان شاء الله خوب میشه. باز اگر نشد، با این گپی که من گفتم، از نزدیک خودت خاطی. بله، همچنان برادر دیگه ایمون به تماس شده بودن گفتن که در تابستان پای درد میشن، پایشان کفت میکنه، اما در فصل سردی و زمستان گم میشه و همچنان در قسمت زانو بالاتر احساس کرختی میکنن. 40 سال هستن و شکر هم ندارن. شکر خود گفتن چک نکردن. حالا ببینین، وقتی که در قسمت پای ما کرختی به وجود میایه، یکی از چیزهای اساسی که اول باید مرد بکنیم، چون واقعاتش بسیار زیاد است، مرض شکر است. قسمت بالاتر از زانوی زینا، هر دو زانویشان گفتن که احساس کرختی میکنن، باید اینا اولین چیزی که پیشان رد میشه از نظر مرض دیابت
یا از نظر مرض شکر باید مورد ارزیابی قرار بگیرن، از نزدیک پیش یک دکتر داخل مراجعه کنن که دیده شده که مشکل چی هست. هم اکسری زانویشان گرفته میشن و هم از نظر مرض شکر مورد ارزیابی قرار میگیرن. انشالله بخیر مشکلشان تشخیص میشه و بخیر خوب میشه انشالله. و همچنان پدر ما امیر حسین که به تماس شدن که گفتن 65 ساله هستن، شکرشان 130 است، گاه وقتا روی اعصابشان فشار وارد میکنه و اینا گفتن که رژیم غذایی شکر چی است، چی بخورن و چی نخورن. بله ببینین، گفتن که شکرشان 130 است. بله. اولین چیزی که اینا باید بخورن دوایشان است. مریضایی که شکر دارن باید یک وقت دوای خودم قضا نکنن و یک وقت نانم قضا نکنن، هم نان خودم منظم بخورن و هم دوای خودم بسیار زیاد منظم بخورن. بله. ای که شکرشان 130 است حتما دوا استفاده میکنن، بسیار خوب است که از این دوا کنترل است پس شکرشان، همین دوایشان ادامه بدن. چی بخورن چی نخورن؟ پدر عزیز خودت نوشابه گازدار استفاده نکو، کوک، فانتا، انرژی، جوس، عسل، این چیزا را قطعا استفاده نکن. کچالو، برنج، اینا را قطعا استفاده نکن. از میوه استفاده بکن، مثلا روز یک قسم میوه یک تا استفاده کن. اگر امروز مثلا سیب استفاده کردی یک تا، مثلا کینو استفاده نکن. اگر کینو استفاده کردی مالته استفاده نکن. همین رقم از یک نوع میوه میتونی که روز یک دانه استفاده کنی. چیز دیگه که از سبزیجات هر قدری که استفاده کنی بهت خوب است. چی سبزیجاتی که خام خورده میشه، چی سبزیجاتی که پخته میشه. اگر میوه استفاده میکردی، میوه هایی که با پوست خورده میشه، اگر پوستش نرم بود، دندان داری، اگر توانایی زیاد داری خوب بجوی، همراه با پوستش استفاده کن، از قبضیت هم پیش جلوگیری میکنه به خاطر اینکه فایبر داره. از آب زیاد استفاده کن، از چای زیاد استفاده کن، از نارنج و لیمو زیاد استفاده کن، از سوپ ترکاری زیاد استفاده کن. دیگه پیاده روی و قدم زدن حتما داشته باش، ان شاء الله بخیر خوب میشه. بله ان شاء الله. با ادامه بحث ما دکتر صاحب، چطور نرمی استخوان تشخیص میشه؟ بله، راه های تشخیص نرمی استخوان چی است؟ یکی خب اگر نزد یک طفل و میان به اونم نشانه نرمی استخوان کنم و ریکتس است یا کجی استخوان ما میبینیم. بله. طفل میبینیم که اصلا رشد نداره، جان درد است. پیام به تمام مادرای عزیز مایی است، بخصوص اطفال زیاد با مادرانشان میباشند. پیام به تمام مادرای عزیز مایی است که اگر طفلتان درست رشد نداره، نمو نداره، از جان دردی شکایت میکنه، حتما نزد دکتر ببرینش. یک بار سبی کلسیمش چک شه، سبی ویتامینش چک شه. اگه بود داشته باشه امور برش داده میشه، وقتی گور برش دادن خوب رشد میکنه، نمو میکنه، خوب میشه، دردایش هم از بین میره، رشد و نمایش هم خوب میشه. پس نشانه استیومالاسیا نزد اطفال که ریکتس میشه دیگه، پایشان کج میباشه. البته نظر نشانه تشخیص میشه که اگر نزد یک طفل باشه، نظر به اینکه پایش کج شده، رشد نداره، جان درد است، میتونیم ما تشخیص بکنیم. در کاهلا هم چنان نظر به می اعراض علائم زنایی که مردایی که بیشتر جان درد هستند، استخوانشان ضعیف است یا بار بار استخوانشان شکسته، کمرشان درد میکنه، پایشان درد میکنه، مفاصلشان درد میکنه، زود عصبانی میشن به خاطر کمبود کلسیم دارن، حافظه خوب در نداره، نتایج پرشن عصبانیتی که پا دارن، جلدشان داغ می. و چیز دیگه که از معاینه اکسری است، در معاینه اکسری هم کثافت استخوان دیده میشه و یک معاینه به نام بون دنسیتومتری که ما کثافت استخوان تعیین میکنیم. در مریضایی که استیومالاسیا دارن کثافت استخوان ها کم میشه، اگر ما بون دنسیتومتری کنیم پیش از این کثافت استخوان ها کم میشه و باعث از این میشه که پیش از استیومالاسیا به وجود بیاد. پس نظر به معراض علائم میشن، نظر به معاینه اکسری، نظر به بون دنسیتومتری میشه که تشخیص شه. به خاطر اینکه ما تشخیص خود تایید بکنیم، سبی کلسیم، سبی فسفرس، سبی ویتامین دی رو در خون میبینیم که بدون شک سبی کلسیم، فسفرس پیش از اینا کم میباشن، سبی ویتامین دی پیش از اینا کم میباشن. بله درست. چطور میتونیم وقایه کنیم از نرمی استخوان؟ بله، اگر در زمان طفولیت به میان بیه، خب ما رای وقایش وجود نداره. اگر زمان طفولیت به وجود بیه چون طفل است دیگه. اما اگر در زمان کهولت به میان بیه، ما خوب رای وقایه بررسی داریم، یعنی از استیومالاسیا خوبتر میتونیم وقایه کنیم نسبت به ریکتس. از استیومالاسیا قسمی ما واقعی میکنیم که بعد از سن 40 سال اکثرا به وجود میآید استیومالاسیا نرمی استخوان. تمام کسایی که بعد از سن 40 سال قرار دارن، قانون 1000 را باید رعایت بکنند که فکر میکنم بارها ما گفته میره. قانون 1000ی است که روزانه 1000 قدم بزنن، روزانه 1000 میلی گرم کلسیم بگیرن و روزانه 1000 یونیت ویتامین دی بگیرن. ما واقعی میشیم. چون علت اصلی استیومالاسیا یا نرمی استخوان، علت اصلی استیومالاسیا یا نرمی استخوان بدون شک کمبود کلسیم و فسفرس و ویتامین دی است. اگر ما کلسیم درست بگیریم، غذاهایی که بگیریم خوب است. بله سلام علیکم.
بله. سلام علیکم برادر عزیز. سلام علیکم. علیکم سلام. نامتون چیست؟ از کجا زنگ زدین؟ خوب هستم. تشکر، تشکر. چی مشکل داشتی رفیق؟ چی از آشان صاحب از اصفانی شکر زنگ زدیم. همی پایه مرگ مشکل داره زنگ شدیم. اما تو کنه هستم. بیفیده سمال کنش کنه هستم. چند ساله هستی؟ چند ساله هم؟ کدام قسمت پایت کرخت است؟ بله. گفتم کدام قسمت پایت کرخت است؟ زاشن خواهد از همی زانوش دیر علامت کرخت هست بیشی. این علامت که در میرا میرم از زبانایم علامت پاس میشه علامت مستم های. بله بله بله. پیش دکتر رفتی؟ زاشن رفتی ما زاشن خواهد من اکتلکای من میزه شما کنش کرخت هست. بله من حتما معلومات میدون برای. شکرم هستم، شکرم بایم، شکرم اونمو علتش هست، ما فهمیدم شکر داری اونمو علتش هست برادر عزیزم آزا شکرم تک معلومات بتیزنیم بایم، بخیرم پایم قرق ساز بخیرم همه تو مفتم هست بله، حتما، حتما معلومات میتون بده خدا نگهدار برادر عزیزم خب، اول رای وقایه رو بگم اگر ما غذای غنی از کلسیم استفاده بکنیم، غذای متوازن اگر ما غذای غنی از فسفر استفاده کنیم، غذای که غنی از ویتامین دی اس استفاده کنیم ما از استیومالاسیا وقایع میشه اگر ما خب حالا به خاطر کزی که کلسیم ما پوره شه ما کدام غذا رو استفاده کنیم تمام لبنیات و ترکاریایی که برگ سبز دارن کلسیم دارن استفاده کنیم فسفرس در ترکیب غذایی است که پروتئین دارن گوشت مثلا لوبیا مثلا نخود مثلا اینا کلشان فسفر و همچنین لبنیات اینا فسفرس دارن ویتامین دی رو میتونیم که ما در معرض شای آفتاب قرار بگیریم تا بدن ما خودش ویتامین دی ساخته شه از ماهی و روغن ماهی امگا 3 استفاده کنیم در ترکیب خود ویتامین دی دارن لبنیات در ترکیب خود ویتامین دی داره تخم و جگر در ترکیب خود ویتامین دی داره از اینا استفاده کنیم ان شاء الله که ما از استیومالاسیا وقایع میشیم و خوب است بله بله نکن بله سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین ساعت من نامتون رو بگوین و سوالتون ببخشید پیشترم زنگ زدم اما درست نتونستم بگویم تمام چیزش مادرم کمرشم موری کمرشم شفت شده یعنی نزدیک شده دو دلیش نزدیک شده یکیش دور رفته بله وقتی که پیاده روی میکنن پایشان کرخت میشه بله زود نمیتونن که یعنی وقت یعنی نمیتونن که زیاد پیاده روی کنن بله و ای که پیش دکترم رفتن اینا تغورشان رو معاینه کردن مشکل نبوده و کلسیم و ویتامین دی شانه گفته که کم است دوا گرفتن اما باز همه تاثیر نکرده بله من معلومات میتونم تشکر خیر باشه خدا نگهدار خواهر عزیز خدا خب پس ام قانون 1000 ما باز میگم کسایی که سنشون بالاتر از 40 سال است روزانه 1000 قدم بزنن 1 کیلومتر روزانه کوشش کنن که 1000 میلی گرم کلسیم بگیرن بدون شک غذاهایی را که ما استفاده میکنیم در ترکیبشان به اندازه کافی کلسیم وجود نداره به خاطر اینکه ما غذای متوازن استفاده کردن نمیتونیم بله در دیگه کشورها وقتی که شما برین یک بسته غذایی را از یک سوپرمارکت میخرین بالاش نوشته است که مثلا این یک دانه زردکی را که تو خریدی این چقدر ویتامین سی داره چقدر ویتامین ای داره ما اوتو میتونیم خوب ارزیابی کنیم من چقدر امروز گرفتم بله. در افغانستان یه گپ نیست کس نمیفهمه که کدام غذا کدام میوه چقدرش چقدر ویتامین داره پروتئین داره کلسیم داره که ما رو پوره بکنیم بله. به خاطر قانون 1000 میست که بعد از سن 40 سال 1000 قدم بزنیم روزانه تقریبا 1 کیلومتر 1000 میلی گرم کلسیم بگیریم و 1000 یونیت ویتامین دی بگیریم در معرض شعاع آفتاب قرار بگیریم بخصوص کسایی که در ساختمان‌های زندگی می‌کنند، در خانه‌های زندگی می‌گیرند که درست تفتاو نداره. در شهر کابل و در افغانستان در اکثر ولایت می‌بینید که آپارتمان‌ها به شکل غیر معیاری ساخته شده. خوب است. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم مسیر محترم. خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین دکتر صاحب؟ بفرمایید. خودتون با دکتر صاحب مفترم. علیکم السلام. چی سوال داشتی برادر عزیزم؟ دکتر صاحب بسیار ببخشید دکتر صاحب ما در نیمی چارده جدید همی بام بالا شده ما گذر بحث باب میکردم زینه لخشید همی کوری پای ما در صفاخانه چی رفت ما که در چی میگنی در نامش شما یاد دار اسلام به اینجا رفت همی کوری پای ما درس کرده بسیار درس کرده یه را گت کرد ما را گفت چی روز باد بازیه سی روز بعد تا رفت ما گفت والا صحیح جوش نکرده اگه 70% یا 60% جوش کرده بله تو برو انشاءالله 20 روز بعد یا 20 روز بعد ما پای تواز میکنم باز انشاءالله اونجا گرفت گفت نه والا صحیح مکمل نشده 20 روز دیگر هم بیاد
باش، یعنی مطلب است که به 70 روز دیگه نه 20 روز دیگه رو پیر کنم، اگه 70 روز در بر میگیره دکتر صاحب محترم. یک قسم دلم بسیار تشویش داره دکتر صاحب، سایکو کمی چی نظر میتینه که چه رقم سالی کوری پای مشکلش علاجش هست نیست؟ مطمئن جواب بده، مطمئن جواب. معلومات میخواستم سایکو. بله فعلا پایتون در پلستر است؟ فعلا در پلستر است، آدم خانه ششته میلمه ها لازم تلویزیون مشاهده تون میکنم سایکو. خدا نگهدار. اکثر در افغانستان گفتیم ساختمان ها به شکل غیر معیاری ساخته شده، یک نفر دیگه پیشوری خانه، یک نفر دیگه خانه آباد کرده و باعث شده که روی هفته و کس دیگه بگیره. این باعث مشکلی که میشه که کسایی که در خانه هستند بخصوص خانوما و بیرون نمیرند از نور آفتاب مستفید نشن. نور آفتاب که بالای جلد ما نتاوه در بدن ما ویتامین دی ساخته نمیشه. وقتی ویتامین دی که ساخته نشد ما با کمبود ویتامین دی دچار میشیم. کمبود ویتامین دی باعث میشه که کلسیم فسفرس در استخوان‌های ما نصب نشه، باعث میشه که ما نرمی استخوان پیدا کنیم. پس اگر خود آفتاب بدیم فکر میکنم که خوب تر است. با جواب سوال می برادر عزیز ما گفتند که از بام افتادن در وقت برف پاک کردن و کروی پایشان شکسته و دو سه بار پیش دکتر رفتن گفتن هنوز جوش نخورده، باید منتظر باشند. برادر عزیزم سنشان ما چند سال گفتن؟ سنشان نگفتن. ببینید کمی سن بالا میره همی جوش خوردن و پروسه التیام استخوانا کمی آهسته میشه. اول خب پیام به تمام هموطنان عزیز مایی است که فکر نکنم اگر چه بعد از این برف شما در سالهای دیگه بیشتر وقت برف پاک کردن و در زمان برفباری وقتی که در کوچه میرین، در بکار میرین، وظیفه میرین، پنتون میرین، مکتب میرین، کوشش بکنین مواظبتان باشین که خیلی خطرناک است. خیلی از هموطنان عزیز ما را دیدیم که در روی برف لغشیدن و افتادن و باعث یک مشکل جدی پیشان شده، بخصوص کسایی که برف پاک میکنن. پیش برادر عزیزم کوریشون گفتن که درس کرده و هنوز جوش نخورده. برادر عزیزم مشکل خودت دقیقاً که مربوط دکتر سی ارتوپیدی میشه، کوری درس کرده برات پلستر مونده و ان شاءالله که خوب میشه. منتظر باش، اصلا چیز قابل تشویش نیست، خوب میشه به خیر. پیش بعضی کسا زود میشه، پیش بعضی کسا دیر میشه. با یک تکمی هفته هم داده باش، کم پلستر هفته و شیشته باش، خوب است برات و ان شاءالله مشکل پس خوب میشه. امروز با دکتر کت به تماس باش و برات دواهایی که داده دواهایی تا منظم استفاده بکو، چون کروی پای جایی است که مفصل از حرکت میکنه، از او خاطر مشکل به مشکل جوش میخوره. تمام استخوان‌های بدن ما اگر مثلا کسر کنه حدود یک ماه دو ماه وقت میگیره دوباره جوش بخورن. اما اگر یمی گپ در قسمت مفاصل یا استخوان‌های کوچک بدن باشه وقت گیر میشه، مثلا مفصل کروی پا دیگه. از او خاطر خودت منتظر باش، اصلا چیز قابل تشویش نیست، تشویش نداشته باش، به خیر گلوری خوب میشه ان شاء الله. برادر ما که از شکردره به تماس شده بودن گفتن که دست و پایشان کرخت میشه، 40 ساله هستن، از زانو به پایینشان بله درا میرن، پایشان قات میشه، قات میشه مفتن زانوشان. بله چیزی که مهم است برادر عزیز ما شکر داره. بله کسایی که شکر دارن، شکر یا دیابت سبب دیابتیک نیوروپاتی میشه. پیش از اینا نیوروپاتی به میان آمده، یعنی از خاطر شکر برادر عزیز رشته عصبی که به پایت میره، پایت کنترل میکنه، حرکات چه عضلات سانار کنترل میکنه، اینا مشکل پیدا کردن، آسیب پیدا کردن که درست نمیتونه که پایت بالات استوار نگاه بکنه. خودت برادر عزیز نیوروپاتی داری، این مشکلت به خاطر شکر است. کاری که میکنی خودت چی کنی باید؟ دوای شکرت هم منظم استفاده بکن. اگر فشار بلند داری دوای فشارت هم منظم استفاده بکن. حتما دکتر صیبا به خاطر رقیق شدن خون هم یک تعداد دوا برات دادن. به خاطر چربی خون حتما یک تعداد دوا برات دادن. و به خاطر کرختی و ضعیفی پایت همچنان دوا وجود داره. که من نام دوا رو نمیگیرم، کو دوا اکثرا به شکل غیر علمی توسط جوان ها استفاده میشه. از او خاطر من متاسفانه نام دوا اینجا بعد نمیگیرم. اما دوا وجود داره که کسایی که شکر دارن، پاهایشان کرخت شده، بیس شده، در آمیری پایت قات میشه، بعضی دوا وجود داره، دوا برات داده میشه و به خیر خوب میشه. بله و همچنان خواهر ما که به تماس شده بودن بر بار دوم گفتن مادرشان مهره های کمرشان دو دانش نزدیک شده، یکیش دور شده و اینا وقتی که پیاده روی میکنن پایشان کرخت میشه، از او خاطر پیاده روی کردن هم میتونن. بله. سویه کلسیم و ویتامین دی شان پایین است. بله من گفتم علت مشکل اینا که جانشان داغ می یا جاغور است، اینا گفتن جاغور هم چک کردن ندارن. بله. گفتم پس کمبود کلسیم ویتامین دی، اینا میگن کمبود کلسیم ویتامین دی درست است، به خاطر کلسیم ویتامین دی دوا گرفتین. بعضی مشکل چی میشن؟ بعضی هموطنان عزیز ما پیش دکتر مراجعه میکنن کمبود ویتامین دی دارن. دکتر برشان امپول ویتامین دی رو میته میگی در شیر پرتو. کسایی که سوی جذب دارن ای جذب نمیشه، ویتامین دی میگیره چه تاثیر نمیکنه. خوب است که امپول ویتامین دی زرق شود از اعضا. من اکثرا به مریضایی که توصیه میکنم اگر مشکوک شم که ممکن مریض
سوی جذب ویتامین دی نداشته باشه، ما به شکل زرقی میدم که در ازل زرقش خوب تر تاثیر بکنه. اینا هم باید به شکل زرقی ویتامین دی رو بگیرن نسبت به اینکه در شیر پرتن و کلسیم شون همچنان ادامه بدن. یک مدت وقت میگیره که پوره شوه و علت اصلی مشکلشون اینه میست ای که مورای کمرتان نزدیک شده و دور شده همچنان مشکل است. این هم میتونه باعث ضعیفی و کرختی و درد پایتان شوه که متاسفانه کدام تداوی خاص اختصاصی نداره. بعضن فیزیوتراپی برتون توصیه میشه که دواست که دردتان تسکین میده و آرام بخش برتون داده میشه. بله درست. به خاطر از اون مشکلشون با دکتر سایبا جراحی اعصاب هم اگه مشوره کنن بهتر است. بله درست. بله. الو سلام علیکم. سلام علیکم. شما بخیر. صبح دکتر سایب بخیر. سلامت باشین برادر عزیز. شما هم بخیر. اما صدای تلویزیون تا خاموش بکن که درست صحبت کنیم. دکتر سایب من کمرم تقریبا 10 سال میشه که من بیکس دارم، بیشتر از 10 سال دیگه. حال تقریبا 2 سال میشه که از زانو پایین پایین کرخته. بله. استاد شده نمیتونم، دارفته نمیتونم، از زانو پایین پایین کرخته و درد اصلی دمی خود زانو اردو زانو ایم چنان درد میکنه و یک دقیقه استاد شده نمیتونم. اینه ما 2 ساله که در خانه افتادم، دکترم رفتم، در ایران رفتم، پارسال زمستان در ایران رفتم. بله. دکترهای ایران خود در دکتر یکی مردم تاریخ که مراجعه کنم، اونا عکس ایمارای گرفتن، عکس ایمارای ممالی هم هست که شما دیکستان خیلی پیش رفته شده، نیاز به عمل دارین. با خودشان هم میگه که عملش هم نتیجه نداره. ما گفتم هزینه زی عمل چند میشه؟ گفت 60 میلیون تومان هزینه میشه. ولی تضمین هم نمیتونیم که شاید خوب شی شاید نشی. چند سال هستی؟ بخاطر که هزینش هم بالا بود عمل نکدم. پس هم دوم در افغانستان فعلا 2 سال در خانه همیت افتادم دیگه. فعلا اما چه رقم بگین دیگه برای همه مواد غایطه ما در اختیارم نیست. ادرارم در اختیارم نیست. مثلا قوای جسمی ما در اختیارم نیست. از کمر از درد نداره کمرم، منطقه از زانوش کرخته، یعنی بهیسته، یعنی ناخونهای پایین کج کله شده بهیسته. استاد شده نمیتونم وقتی که میخواییم استاد شوم اما از کمر پایین میلرزم. بیر چند سال هستی؟ از یک جای تکیه کنم بال شوم در غیر دو بال شده نمیتونم. درست است. گفتم یعنی چند سال هستی پدر؟ از شما دیگه در ضمن که نظر شما رو میخواستم، همی شماره شخص یا شماره کلینیک شما، دفتر شما اگر باز. حتما برتون. ما بسیار دیگه مشکل زیاد گرفتارم. بله. چند ساله هستی پدر؟ شاید 50-51 ساله باشم. ما حتما برات معلومات میتونم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما، روز خوش. سلامت باشین. اول اینو ببینیم مشکل چیست. کسایی که مورای کمرشان به هم نزدیک میشه و دیسکی که بین مورای کمر است وقتی که زیر فشار قرار میگیره میره دیسک کمر میگیره. هاون بر دیسک، ما دیسکوپاتی میگیم یا ما اسپاینال استینوزس میگیم. خب پیش مشکل به وجود اومده. پیش کسایی که مورای کمرشان نزدیک میشه تا وقتی که مریض درد تحمل کرده میتونه، تا وقتی که امو توانایی وظیفوی مریض از بین نرفته، مثل یک برادر عزیز میگه دیگه ما راه رفتن میتونم در جای افتادیم، اصلا نیاز به عملیات در او زمان نیست. اما وقتی که یک مریض اگر در جای افتاد یا هیچ اصلا درد تحمل کرده نمیتونه، نیاز به ایست که باید عملیات شوند. دکتر سایبا هم برشان توصیه کردن که باید عملیات شوند. فکر میکنن آله هم باید عملیات شوند اینا. اما با دکتر سایبای جراحی اعصاب برادر عزیز یک مشوره بکن که در صورتی که نیاز باشه و ممکن باشه عملیات شه. متاسفانه عملیات زیاد موفقانه نیست، اما به این معنی نیست که خودت عملیات نکنی فعلا، به خاطر از اینکه از این حالتت کده امکان داره که خوب شوی. از این حالت که فعلا در جای هستی امکان داره که خوب شوی، یعنی چانسش وجود داره، اما 100% تضمینی نیست. پس خودت خوب است که عملیات با مشوره دکتر جراحی اعصاب اگر مشوره بده فعلا، خب 2 سال پیش بود، اگر فعلا مشوره بده خوب است خودت عملیات بکنی. ان شاءالله که خداوند مهربان است بخیر خوب شوی. و شماره تماس شخصی ما هم 0765 48 48 05. بله دکتر صاحب، نظر به اینکه در دقایق آخر برنامه هستیم، اگر آخرین گفتنیاتون بگید. بله. آخرین گفتنیم به تمام هموطنان عزیز ما بس بخصوص به خانم ها است. خانم های عزیز، اگر اطفالتان از قسمت درد وجودشان شکایت میکنن، حتما پیش دکتر ببرینشان.
اگر پایکایشون تفلایتان احساس میکنین پایش کجز درست را نمیره کچ کج را میره حتما پیش دکتر صاحبا مراجعه کنین. اگر اطفالتان درست رشد نداره حتما پیش دکتر ببرین. نشانه کمبود کلسیم، کمبود فسفرس، ویتامین دی و اونم ریکتس میباشه که بخیر برشان دوابت خوب میشه. اگر خودتان خانمایی که سنتون بالاتر از 40 سال است از درد قسمت کمر شکایت دارین، از پاهایتان درد میکنه، زانوهایتان درد میکنه، جانتان شخ میمونه یا هم مورای کمرتان نزدیک شده، حتما نشانه های اونم نرمی استخوان های آستیومالاسیا هست که حتما از دکتر مراجعه کنین که براتون دوا بده. به همتانان عزیز ما که سوالشان باقی مونده و ما نمیتونیم که فعلا بعد از این تماسشان بگیریم، شماره تماس کلینیک ما در خدمتشون 0765 484805. هر مشکلی بود ما در خدمتتون. بله تشکر میکنم. سلامت باشین دوستان عزیز. ای بود برنامه امروز راه درمان. یک مقدار سوالای دیگه‌ای که نقش ویتامین دی و کلسیم و دیگه مسائل و رژیم غذایی رو روی استخوان‌ها می‌بینیم، اینا باقی مان که روز بعد انشالله سرش بحث میکنیم. تا برنامه بعد که باز هم به قسمت ادامه از این بحث در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک میسپاریم.